35 سالشه، 47 سال پیش تو دتا شدم که سوار تانک بودم، آقای جعفری سوار تانک بود، هفتی دست شد، اینی میزد اونه میزد، ای من یعنی جامعین بودم اونه بزنم اونه بزنم. ما میرفتیم مدرسه هم داشت، از معلم میخواستیم بریم، همه بچه ها اینجوری میکردن به آقا معلم، کنم برو بیرون، به منم گفت، من نمیگفتم اینجوری نمیکردم، همجور خودم میرفتم بیرون. وقتی برمیگشتم معلم میزد اینجاش، میگم موقعش خرابه، سر همون جایی به ما گفتن این بیمه خب فلان رو ما مود، ولی من مخم کار نمیکرد جناب آقای مهبودی، یه همچین ورزشگاه درست نمیکرد که اون موقع 21 میلیون تومن خرج کنم این باشگاه ورزشی درست کنم که هنوز هم جوان ها دارن توش ورزش میکنن. حالا بلافاصله این سوال مطرح میشه، 21 میلیون از کجا آوردی؟ درسته که شاه به شما داد؟ نه هیچ وقت، شاه یه روز تزئیناتمون تو رو درست کرد، اونم چطور شد که تزئینات اون تو رو درست کردن ایشون دستور دادن درست کنن. من والا هر وقت این عظیم العظم به من زنگ میزنن آقا تو این کتاب راجع به شما اینو نوشته، این روزنامه اونو نوشته، خیلی هاشو گرفتیم جمع کردیم دیدیم یه چیزایی نوشتن که من اصلا خودم هم سر در نمیبردم که چیزایی که راجع به من میگن درست نیست. اینش که من دیگه تصمیم گرفتم که اینا رو یه کتابی درست کنم که بعد هما سرشار از جولای سال 1999 برای تهیه کتاب دست به کار می شود و در ماه مارچ 2002 کار نشر کتاب را به پایان می‌رساند. من اصلا طرفدار کاشانی بودم. طرفدار کاشانی بودم، ساعت کاشانی ما رفتیم تو خونش صبحی دیدنش، گفت برین علازه دارم ممکن میره بیرون، برین نظرین بره بیرون. ما تا اون روز نمی‌دونستیم که مصدق باش کاشانی اینا با هم بودن اصلا. نمیدونست اینو با هم زدن، از من بعدشون نمیدونستم ایچی اینو گفت که ما را خیلی پیرستیم. علاقه این سواله که من میکنم اینه که شما با اعتقاد و باور دنبال یه چیزی میدهد که یه منافع شخصی داشتیم. لولیشو بهتون بگم، مثلا پول بهتون میدادن که این کار رو بکنید؟ ما همیشه خانم لخ بودیم و شهربانم پامون نداشتیم از هیچ کم سر نداشتیم. نه خب ما میدونستیم که امروز را مصدق میخواد شاه را منفیات بیرون کنه، ما خب دوست داشتیم شاه را، میبودیم بریم نذاریم بره. بله کسی بیاد به ما پول بده، ما رو تحریک کنه واسه دیگه اسم افتاده تو دهن ها افتاده بود، اینا ما رو ولکن معامله نبودن، اینا خودشون ما رو اصلا آوردن سر این کار مبارزه سیاسی و این حرفا. هر روز از خونه میمادم اینا روزنامه مردم یه چیزی راجع به من نوشته، رفتم اصلا مدرسه شرف و درش از جا کنده، من اصلا نمیدونستم مدرسه شرف کجا هست. یا مثلا خدمت شما عرض کنم که رفته دارم دانشگاه، گفته در این فلان خونه رو باید بست، دارم دانشگاه من نرفته بودم. اینش که گفته این سر زبونهای مردم و این بستات و تا بالاخره اون جریان نوع اسفند شد و جریان خونه مصدق شد و اینا که ما گفتیم زندان رو من تا 28 مرداد عرض کردم تو زندان بودم، تا 2 بعد از ظهر 28 مرداد تو زندان بودم. 28 مرداد که زاهدی از اون بیسیم که رفته بودم بیسیم رو گرفته بودن میان شهربانی میفرستن عقب من تو زندان رو من میبرم بیرون، من که رفتم بیرون خدا رحمت کنه سبب زاهدی گفت برو مادرت رو میگودم نه تا شو علازاد برنگرده من با مادرم فعلم تمام مرزا که شاید مرکزون برگرده. بعد ما همونجا با همون رفقا اینا سوار شدیم و یه ماشین کازیلاک بودن که رفقا همون سوار شدیم که به صرف که معمولیت همون این بود که مردم رو آروم کنیم که دیگه برن سر خونه و زندگی هاشون بگن تموم شد یه شاه برگشت و این حرفا که ما افتیم توی خیابونا و با ماشین شعار دادن و عکس شعار رو برداشتن و ملوکانه دائر به سرپرستی ورزش باستانی کشور به آقای شعبان جعفری اعطا می‌گردد. میهمان عالی‌قدر در باشگاه جعفری از عملیات ورزش باستانی دیدن می‌فرمایند.